خطر فیزیک. صبح روز 22 دی ماه یکی دیگر از خاطرات بد سال 88 رقم خورد. همانطور که ماها بعد ایندیپندنت نوشت، امضای ماشین قاتل بیرحم اسرائیل پای این ترور بود. حالا خبر کامل شده است. استاد فیزیک دانشگاه تهران توسط موساد ترور شده است. 11 ماه بعد وزارت اطلاعات اعلام کرد که عامل ترور را دستگیر کرده، یک ایرانی به نام محمد جمال فشی. او یک دانشمند از کشورش را با بمب دستساز شهید کرده. زمانی که مسعود به شهادت رسید، 700 نفر از فیزیکدانان دنیا ترورش را محکوم کردند. 700 دانشمند ترور ایشان را محکوم کردند. کسانی که نه سیاسی بودند و نه به دنبال قدرت. این جملات همسر دکتر علی محمدی در دانشگاه فنی کاسپیان معنی دانشمند را بیشتر روشن کرد. او علاوه بر مدارج علمی و تحصیلی عالی، طبق گزارش ISI Web of Knowledge 56 مقاله علمی در مجلات معتبر ISI چاپ کرده و میانگین تعداد ارجاعات به هر مقالهش تا سال 98 در حدود 8.5 بوده است. چون این وضعیتی احتمالاً برای موساد جرم محسوب می شد. چون قاتل دکتر علی محمدی بعدها در دادگاه گفت: به من گفته شد که این فرد دشمن بشریت است و خیال تو از این بابت راحت باشد که ما با آدم بیگناه کاری نداریم. در دادگاه مشخص شد که دستمزد محمد جمال فشی برای نجات بشریت به زعم خودش 120,000 دلار بود. اما دانشمندی که او نمی‌دانست در حال خدمت به بشر است یا دشمن آن، به قدری شناخته شده بود که بزرگترین انجمن فیزیک دنیا با 47,000 عضو از سراسر جهان 4 روز بعد از ترور ضایعه درگذشتش را تسلیت گفت. نکته جالب دیگری هم در این پیام وجود داشت و آن تقدیر از زحمات او در پیش برد پروژه سزامی بود. این پروژه چند ملیتی که اعضایی از رژیم صهیونیستی هم داشت، با ترورهای هسته‌ای بی ارتباط نیست. چون نماینده دیگر ایران در سزامی هم 1 سال بعد از ترور شهید علی محمدی ترور شد. سایت‌هایی در ایران نقل قول‌هایی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی کردند که ماجرای سزامی را قابل تأمل می‌کنند. یک خبرگزاری داخلی نوشت: سایت همدمی به نقل از روزنامه‌هایی چون معاریو و هوارس نوشته بود دکتر علی محمدی به واسطه حضور در همایش‌های علمی بین‌المللی برای اسرائیلی‌ها که در پوشش پژوهشگر در این محافل علمی شرکت می‌کردند شناخته شده بود. دام‌های موساد فقط برای دانشمندان مقتول پهن نشده بود. قاتل هم که در سفرهای ورزشیش جذب موساد شده بود، در دادگاه گفت: اوایل فقط صحبت از فروش اطلاعات بود و صحبتی از ترور نبود. اما کار به جایی رسید که پای محمد جمال فشی برای آموزش ترور به خاک رژیم صهیونیستی کشیده شد. در سفری که به تل‌آویو انجام دادم، در پادگانی در اتوبان اورشلیم تل‌آویو با چند افسر ارشد اسرائیلی آشنا شدم و در آنجا آموزش‌های مختلف از جمله تعقیب و گریز، ضد تعقیب و چسباندن بمب زیر خودرو را فرا گرفتند. هفت و 30 دقیقه صبح 22 دی ماه 88 روبروی این خانه خون یکی از بزرگترین دانشمندان ایران روی زمین ریخت. 3 روز بعد این پیام بقیه ماجرا را پیش بینی کرد. دست جنایتکاری که این ضایعه را آفرید، انگیزه دشمنان جمهوری اسلامی را که ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی کشور است، افشا و برملا کرد. بیگمان همت دانشمندان و استادان و دانشپژوهان کشور به زعم دشمن این انگیزه خباثت‌آلود را ناکام خواهد گذاشت.